من این پولو میدم. مسعود، من اینا رو نگفتم که تو. من بهت قرض میدم. به آدمات بسپار، نرن سراغش تحریکش کنن مشکلی به وجود بیاره. صدای من نمیشنوی؟ آقا میام کجا داری میری؟ اینجا مسیر من نیست. این عروسی از نظر من تموم شده است. شما که میدونی آقای عتم پولی نداره به اینا بده که رضایت بگیره. اونا از من خواستن که رسماً عذرخواهی بکنم. حالا تو اوج مشکلات من یه دفعه بخشی میره شکایتشو پس میگیره. بابا جون کدوم منطق؟ شما یه سری کارا رو ردیف کردین، میگین اینا رو مسعود انجام داده. میگم دلیلتون، میگین به غیر از مسعود کی میتونسته اینا رو انجام بده؟ پدرم تو خونه تنهاست. بابام تو بیمارستانه. تازه قلبش عمل کرد. اسم این کاری که ما داریم میکنیم آدم رباییه. آدم ربایی چیه؟ دیگه این کلمه رو تکرار نمیکنیم. ستاره کو؟ خسته بود، بارم تو اتاقش بخواب. زحمت شد برات. دنبال چیزی میگردی؟ مشخصات تلفن یه نفر که هفته پیش اینجا اتاق گرفته. چه تاریخی اتاق گرفته بود؟ سه شنبه پیش. ماشاءالله ماشاءالله مرتضی، میخوامت. ای بله مرتضی شاق حبیب که مرش درد میکنه، تو چرا نمیدی بازگانه ککام؟ بیا بیا مرتضی شاق، با تو نما تحویل بگی یه خورده. حوصله ندارم. حوصله نداری؟ شیرینی گرفتی اردیاره؟ شیرینی رو عباس آقا گرفت. عباس؟ مناسبت شیرینی چیه؟ مناسبت نمیخوا آقا، رفیقا جمع شیرینی میخواستیم، کامتون شیرین بشه بده. تجدید فراشه. اه مبارکه حبیب، میبافمت که بلند نشه. دست من دست سرم افراد شوخی داره میکنه. چشه تجدید فراشی؟ بابا مگه کار بدی میکنی که این کار میکنی؟ آقا آقا مبارکه، تونم میبافم مرتضا. عروسی افتادیم دیگه. عروسی چی؟ ببین میخوای دخترام رام ندن؟ ول کن دیگه جان مادرت. راضی کردن دخترها و دامادات با من دیگه چی بهانه داری؟ حرف آخر، میخوام ادامه تحصیل بدم. خوب بدم کن دیگه. سلام بیا. سلام جانم. کجا این؟ من خیریه. من الان میام دنبالتون. اتفاقی افتاده؟ پشت فرمونم میام میگم بهتون. فقط شما یه 10 دقیقه جلو در باشین. فعلا خدافظ. میبافم اتا. باشه باشه. خدا نگهدار. بیا. مرتضی. در هیچ حقه بیا. بیا بیا بیا. بزن. آقا توب دست توه. بایی برو. دایی به نظر شما کار فراسمانه؟ والا از این آدم ها بعید نیست آدم رو بایی هم بکنه. والا کجا معلوم آدم رو باییه، شاید کشتنش. خدا نکنه، چی بگم برای؟ خب اینه که هیچیشون معلوم نمیکنه، مگه غمکش نفرستدن سر وقت شما؟ دیشب قبل از اینکه از بیمارستان بیاد بیرون به هم زنگ زد. بعد من دیدم دیر کرده، ازش خبری نیست، من بهش زنگ زدم، تلفنش خاموش بود. امروز رفتم کلانتری، به هم میگن که حتما باید اقوام نزدیکش باشن. باشه، من به یکی دوستانم که تو نیروی انتظامیه صحبتی میکنم، احتمالا بشه بدون اینکه به پدرش اطلاع بدی مسئله رو پیگیری کنی. من میترسم اون شرکت فراسمان یه بلای سر این آورده باشه. هر آن نمیشه 100% گفت، شاید اتفاق دیگه ای براش افتاده باشه، شاید خدایی نکرده تصادف کرده باشه. باید بیمارستانه رو بگردیم. این بخشش با منده. تکلیف پدرش چی میشه؟ اگر به ام زنگ بزنه سراغ فریده رو بگیره، من چی باید بگم؟ خب
خدا به همون رحم کنه. حالا فعلا که تونستی یه بهانه برای پدرش بیاریم تا ببینیم چی میشه. دو نفر از قوه قضاییه رفتن سراغ شرکت حسابرسمون، گفتن میخواییم حسابای شرکت رو بررسی کنیم. دلیلش هم تجمع چند وقت پیش مردم خاطر فروش سهام بوده. بهونه شونه عراجیف ادهم و خواهرزادش بالاخره کار خودشو کرد. یه بابایی به نام زهتاب داره رو پرونده کار میکنه. همین رفیق ادهم؟ چطوری برگشته سر پرونده؟ فقط امیدوارم بررسی دفاتر حسابرسی درد سر نشه. نگران نباشی، من از قبل فکرشو کرده بودم. داده بودم مثل دفاتر سوری برای همچین روزایی تنظیم کنن، اونا رو دادیم به مامورا. فقط نگرانم آقا این خبره جایی درز نکنه. تازه وزادش آروم میشد. اگه این خبره بین سهامدارا بپیچه دوباره همه چیز به هم میریزه. اینا شلوغی ها رو بهونه کردن اومدن واسه بررسی. از بلوای سهامدارا میترسن، میدونن ما سهامدار زیاد داریم، نمیخوان وحشت ایجاد کنن و دچار آشوب بشه. خب آقا این به نفع ما هم نیست، اتفاقا برعکس. یه موقع میبینی نقاط ضعف تبدیل به نقاط قوت میشه. همین ترس و وحشت سهامدارایی که تا چند روز پیش دردسر شده بود واسه ما الان میتونه برگ برنده باشه. من بهت میگم چی کار بکنی، به شرطی که هر چی میگم مو به مو انجام بدی، دچار حاشیه نشی. به آدمات بسپار مطلقا با داور کاری نداشته باشه. چشم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، خداحافظ. شما با این مشخصات هیچ جسدی توی سردخونه پزشکی قانونی نیست. شاید تصادف کرده توی بیمارستانه. متین داره بیمارستانه رو میگرده. مصطفی هر چی که میگذره بیشتر احتمال میدم کار فرستمانه. فکر کنی کشتنش؟ هر چیزی ممکنه. خب اونا هم برای خودشون حد و مرزی قائلن. تصور یه همچیزی یه خود مشکله. منم به همین امیدوارم که حداقل تو کارشون یه عقلانیتی داشته باشم. از طرفی هم هر چی فکر میکنم نمیفهمم این خانم چرا باید یه دفعه غیبش بزنه. رفتی پیش رسول؟ آره، گفت بگیری میکنم. من این برمون برم میسپارم، خبر شد بهت میگم. دست درد نکنه، ممنون. من باید برم بیمارستان یه سری به پدرش بزنم. برو. بله بله، حدودا 35-6 ساله. خب آنی کلن تصادفی نمیبردن دیشب اونجا. سلام باشو ممنون. سلام بابا. ردی ازش پیدا نکردین؟ نه، تقریبا 40 تا بیمارستان زنگ زدم ولی هیچ خبری ازش نیست. اتفاق افتاده؟ اتفاق که نه، یه چیزیه فکرمو مشغول کرده. چی؟ بعد از اینکه اسماعیل شکایتشو پس گرفت یکم بس. بالاخره به حرف دایی رسیدیم. من مطمئنم بابا اشتباه میکنه. پس چی میگی؟ ریحانه میخوای بگی چی شد یا نه؟ اگه بهت بگم به روح عمو قسم میخوری به هیچ کس نگی؟ حالا بگو ببینم چیه. به بابام هم نگی. گفتم نمیگم دیگه، بگو. من با مسعود حرف زدم، بهش گفتم چطوریه که دقیقا اسماعیل همون موقعی که تو خواستی ماجرا رو حل کنی رفته شکایتشو پس گرفته. یه حرفایی زد ولی به نظرم یه چیزی رو داره ازم پنهون میکنه. چی؟ تو محمد رضا خیلی سال مسعودو میشناسین، ممکنه یه دوستی داشته باشه که همه این کارا زیر سر اون باشه؟ نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم. احتمالش که هست، ولی اون وقت اون از کجا خبر داشته که دایی قراره بره سمنان؟ آره راست میگی،
ولی این وسط یه چیزی هست که داره مسعود رو اذیت میکنه. نمیدونم، ولی انگار میدونه کار کیه ولی نمیگه. به نظرم این توجیهیه که خودت واسه خودت ساختی. توجیه نمیکنم. ممکنه کار اون دوستش پسر استان داره باشه؟ کی با مردانی؟ خب اون آدرس خونه ما رو از کجا داشته که بهزاد بفرسته سر وقتمون؟ حتما میدونه. از کجا میدونی نمیدونه اینقدر مطمئن میگی؟ شاید خیلی چیزای دیگه هم درباره زندگی ما بدونه. جواب تمام این سوالا پیش بهزاد برادر بهاره. اون حرفی نمیزنه. من از بهار خواستم ازش سوال بپرسه ولی هیچ جوابی نداده. یعنی هیچ راه حل دیگه ای نداره که بفهمیم؟ پای زندگیم وسطه. من چطوری میتونم با این همه شک و تردید با مسعود زندگی کنم؟ خوب اینه که تو سردخونه و پزشکی قانونه نیست. متینم به خیلی از بیمارستان ها زنگ زده، اونجا هم نبوده. پس یعنی الان کجاست؟ نمیدونم. من با یکی از دوستانم که تو نیروی انتظامیه صحبت میکنم. احتمالا اگه خبری بشه بهمون میگن. دخترش حالش چطوره؟ خیلی دلتنگ مامانشه. من بهش گفتم که مامانت یه کاری براش پیش اومده، رفته مسافرت. اینجا میمونه؟ بله. آخه راستش من اصلا شرایطش رو ندارم با خودم ببرمش خونه. شوهرم مخالفه، اجازه نمیده. خب حق دارم، مسئولیت داره. اینجا همکارا همه مراقبشن ها، اما خب هر حال هتل دیگه، دلتنگی میکنه. اگر اشکالی نداره من ببرمش خونه. بی زحمت او تفلونو بده رو میزه. آقا جون پول خرج کردم برای اینا آفتاب خرج لحیم، اینا رو ولش کنیم، با یه لوله کیش بیاریم از صفر تمام این لوله ها شیره رو درست کنه. نفست از جای گرم بلند میشه. میدونی چقدر مخارج داره؟ مخارجش با من پول هست آقا جون. پول نداری باری کلا. از کی تالو کوه برو شدی؟ کوه نمیرم، میرم دامغان. دامغان واسه چی؟ میرم بهار رو ببینم. بابا تو این وضعیت برادر شهر به پا میکنه. آقا چون ما محرمیم به هم دیگه، حق دارم برم ببینمش. بابا اون این چیزها رو نمیفهمه. مگه ندیدی اومد اینجا دعوا راه انداخت؟ نه نمی... دوباره بری اونجا قشقریق به پا میکنه. آقا جون نمیذارم کار به اونجا بکشه. بابا دست تو نیست، خلقش تنده. آقا جون یه سوال دارم که فقط بهار میتونه جوابش بده. بعد برم پیشش. ولی یه روزه میرم میام. شما چیز میخواید آقا؟ چی میخوام؟ چاکرت. باشه. خدمت شما. به همه بیمارستانا زنگ زدم. متاسفانه یا خوشبختانه هیچ خبری ازش نیست. پزشکی قانونی هم من دوباره پیگیری کردم، اونجا هم اسمی ازش نیست. یه پیشینه ای از فراسمان برات گفته بودم. خب یه نفر که معلوم از آدم های فراسمانه مدام می خانم داور رو تهدید میکرده. کارمند رسمی فراسمانه؟ نه بعید میدونم. پس نمیشه رفت سراغ فراسمان. قطعا اونا انکار میکنن. اسم و مشخصاتشو داری؟ اسم واقعیشو نمیدونم، اما خودشو افشی معرفی کرده به یه آقایی به نام کاوه. این حالا داستان کاوه مفصله، من بعدم برات میگم. اما کاوه قیافه‌شو دیده، بچه خواهر خودم متینم دیدتش. آخرین باری که رفته سراغ خانم داور دم در خونه با پدر خانم داور درگیر میشن که منجر میشه به اینکه پدر خانم داور رای بیمارستان میشه. صرفاً با یه دعوای جلوی خونه که دلیل نمیشه طرف آدم ربایی کنه یا خدای نکرده قتل.
رسول بارها و بارها این خانم تهدید کرده. اونا میترسن این بره سراغ خبرنگارا علیه فراسمان حرف بزنه. به در این خانمه نمیتونه بیاد کلانتری اون دعوا و همه این ماجرا رو بگه اظهاراتش ثبت بشه؟ نه رسول جان نمیشه. این تفرک تازه قلبش رو عمل کرده. بعدم خب اصلا از ماجرای خانم داور خبر نداره. ما میترسیم بهش بگیم. بالاخره یکی از نزدیکان درجه یکش باید بیاد رسما پیگیری کنه دیگه. حالا من البته خودم پیگیرم. تصویرهای دوربین مداربسته همون بیمارستان رو هم گرفتیم. اما متاسفانه دوربین جلو بیمارستان پیاده رو نشون میده و معلوم نیست سوار چه ماشینی شده. خیلی خوب، خیلی خوب رسول جان. اگر خبر جدیدی پیدا کردی منو در جریان بذار. عقل نگهدارت. به 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 ستاره خانم، صبح شما بخیر. سلام، صبح بخیر. خانم شما مامانم. به زودی میری عزیزم، نگران نباش. مامانت یه کاری براش پیش اومده. تو الان مهمون مایی، هر موقع که کارش تموم شد میاد اینجا پیشت. الان میخوام برم. الان میخوای بری؟ الان که نمیشه، مادرت کارش تموم شد میاد پیشت دیگه. بابا جون هم کجا؟ میخوام برم پیشت. آخ بابات مریضه ستاره جان، اگر بری پیشش تو هم مریض میشی. هر موقع خوب شد میریم پیشش. بریم صبحانه بخوریم؟ بله، چه صبحونه ای. به 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 به. خبری نشه؟ نه هنوز. سلام مصطفی جان. میدونی اگه غذا نخوری میمیری؟ وقتی قراره بمیرم بگه چه فرقی میکنه از گرسنگی یا هرچی. مزخرف نگو، کسی قصد جونتو رو نداره. غذا تو بخور. چجوری غذا بخورم با دست بسته؟ این دیگه مشکل تو هست. وایسا. میدونی دخترم من فقط 5 سالشه، پدرم نداره. میدونی کیا باعث مرگ پدرش شدن؟ همونایی که واسه شون کار میکنی. یه آدم آشغال عوضی رو انداختن جلو به اسم افشین. کثیف‌ترین آدمی که تو زندگیم دیدم. مراقب حرف زدنت باش. چیه بهت برخورد؟ معلومه خیلی پول خوبی ازشون گرفتی. من از هیچ کسی پولی نمیگیرم. پس از رضای خدا دست منو بستی انداختی این تو؟ ببین اگه فکر کردی میتونی رو اعصاب من را بری، سخت در اشتباهی. همینو با قضا هم من برات میارم. بی خود منت سر من نذار. اینم واسه آروم کردن وجدان نداشته. الان که دارم خوب فکر میکنم میبینم آدمی مثل تو انقدر احمق و فرو حقش بتر از اینا سرش بیاد. آره من حقمه، خیلی آدم بدیم. اونایی که واسه شون دم تکون میده خیلی آدم های خوبی هن. از مهربونی من سو استفاده نکن. خب اون نیش ما رو به کام بگیر تا بچت این مادر بزرگ نشه. ببینم تو خونه جدید راحتی؟ بله آقای ادهام، واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. این حرفا چیه؟ وظیفه ما انجام دادم. ایشالا شوهر خالت پیدا میشه، مشکلات دست بین میره. کاوه جان یه زحمتی برات دارم. ما دنبال عکس اون کسی هستیم که اومده در خونت. افشین میگی؟ ممکنه پلیس برای چهره نگاری افشین بهت نیاز داشته باشه. مشکلی که نداری بری اونجا؟ نه حتما. آرزومه بگیرنش. هر کاری از دستم بر میاد من انجام میدم. باشه، هر وقت قرار شد بری خبرت میکنم. قربانت. اخبار رو دنبال نمیکنی نه؟ این روزا درگیر همین مسائل بودم. چطور میگیره؟ چیزی شده؟ دیروز یه خبرنگار من زنگ زد، میخواست بدونه علیه فراسمان پرونده تشکیل شده یا نه. منم بهش جواب سربالا دادم، دست به سرش کردم. اما امروز این خبر پخش میشه که علیه فراسمان یه پرونده قضایی تشکیل شده. از صبح تا از چند جو من زنگ زدن که مگه قرار نبود این پرونده به طور محرمانه پیگیری بشه؟ چطور شد که به این زودی و اینطوری رسانه ای شد؟ حقم دارم،
نگران سهام داره بترسن شلوغ بشه. حتما تکذیب کردی. چاره ای نداشتم. مثل آب ریخته ایمونه. پخش این خبر بد جوری دست بالا اون بس. همه برنامه ها به هم ریخت. شاب این خبر غیر از بچه های خودمون فقط تو میدونستی و خواهر زدت. نه اون هر این کار هم نیست مصطفی. میدونم بچه سالمیه ولی به هر حال خبرنگار و اهل خبرهای جنجالی هم که هست. ممکنه یه جایی ناخواسته این حرف رو زده باشه و دور برش هم که پر خبرنگاره. نه اون انقدر سرش میشه که این تحقیقات محرمانه است، نباید میشه کسی حرفی بزنه. پس این خبر از کجا درست کرده؟ چه میدونم؟ میتونه کار هر کسی باشه. مثلا همونهایی که یه مدت تو رو اینجا تحقیق کردن. اونا هیچ خبری از این موضوع ندارن. خب شاید کار خود فرستمان باشه. اونا چرا باید همچی حماقتی بکنن و علیه خودشون خبر پخش کنن؟ خبر پخش کردن تا سامدارشون که این روزا حساس شدن تحریک کنن. نقششون هم جواب داده. اونا کارشون خوب بلدن. مصطفی شما قرار بود چرا خاموش بریم؟ اما حالا که خبر پخش شده کار یه سره کنین. مستقیم برین سراغ مدیر عامل. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. نه اتفاقا اینجوری اوضاع بدتر میشه. باید یکم صبر کنیم همه چی آروم شه بعد. حق میگه هست. ستاره جون، خاله سمیراد به من گفته که نقاشیت خیلی خوبه. میشه یه نقاشی بر من بکشی؟ دوست نداری نقاشی بکشی؟ خب بذار من الان میخوام برات یه گربه توپول بکشم. نگاه کن دیگه، این شکمش، اینم پاهاش. چرا داری گریه میکنی؟ میخوام برم پیش مامانم. من که بهت گفتم مامانت کار داشت، زودم برمیگرده. الانم به فهم تو گریه کردی خیلی ناراحت میشه. گریه نکن عزیزم. باشه؟ باشه. اصلا بیا یه نقاشی دیگه بکشیم. باشه؟ بیا. مسعود باید ببینمت. اگر رفته بودیم مشهد مجبور نبودیم علی این موش و گربه بازی رو در بیاریم. رفتن ما یه جور فرار بود. چه فراری؟ راه نجاتمون بود. برای خلاص شدن از این وضعیت یه راه خیلی ساده تر هست. میشه بفهمید چه راهی را یا نه؟ اینکه حقیقت رو بگی. چی باید بگم؟ در مورد اینکه چطور دقیقاً بعد از اینکه تو خواستی ماجرای شکایت اسماعیل رو حل و فصل بکنی، اونا رفتن شکایتشون رو پس گرفتن. وای باز شد حرفای تکراری. اشتباه میگم؟ مسعود کاملاً معلومه داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی. نمیدونم تا کی میخوای به این کارت ادامه بدی، ولی این وسط داره اتفاقای بدی میفته. فریده داور، همون زنی که ماجرای فراسمانو برای بابا تعریف کرده بود، هم که یه با جلو در خونه دیدیش گم شده. هیچ خبری هم ازش نیست. نمیدونم، شاید اتفاق دیگه ای واسش افتاده باشه، ولی بابا میگه احتمالا آدم های فراسمان یه بلای سرش آوردن. از کجا معلوم کار فراسمانه؟ شاید تصادف کرده. متین و بابا همه جا رو دنبالش گشتن، هیچ خبری ازش نیست. الان جون یه مادر این وسطه. بچه کوچیکش خونه ماست. باباشم که تو بیمارستانه. خ...
خواهش میکنم اگر میتونی کاری بکنی انجام بده تا پیدا شه. ایهان، من هیچ ارتباطی با فراسمان ندارم. یعنی نمیخوای کمک بکنی؟ من یه همچین حرفی نزدم، ولی نمیدونم چرا باورت نمیشه من تا حالا پامو تو شرکت فراسمان نذاشتم. ریحانه، من اگه با اینا در ارتباط بودم تا حالا گذاشته بودم رفته بودم. اگه موندم صرفاً به خاطر توه، به خاطر اینکه دوستت دارم. نمیدونم چرا نمیتونم حرفاتو باور کنم. و پس هنوز نسبت به حس من مشکوکی؟ نه، نمیتونم باور کنم که با فراسمان ارتباطی نداری. باید حقشو میذاشتم کف دستش، افکی این قلب لامصب هم نذاشت. حالا شکر خدا خطر رفع شده. الان بهتری؟ آره خوبم، فقط دلشوره دخترمو دارم. دلشوره چرا؟ خزی روز تارو به هم سر نزده، نگرانشم. خب حتما کاری داشته. ببینم به شما چیزی گفته که شما اومدید اینجا؟ نه؟ بله به هم گفتن یه مشکلی براشون پیش اومده، فعلا نمیتونم بیام پیش شما. مشکل؟ چه مشکلی؟ نه 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 نگران نشید، مشکل خاصی نیست. آنفولانزا گرفته. خب صلاح ندونست اینجوری بیاد پیش شما. میدونید شما تازه عمل کردید، فکر میکرد اگه بیاد اینجا ممکنه شما و بیمارهای دیگه مبتلا بشین. خودش هم که دارو میخوره استراحت میکنه دیگه. آخه حتی یه زنگ به من نزده. صداش به شدت گرفته. آقای داور میدونین اصلا دلش نمیخواد شما اینو بفهمین. منم دیگه مجبور شدم به شما بگم که بیشتر از این نگران نباشین. میشه خواهش کنم شمارهشو بگیرید من باهاش حرف بزنم؟ بله البته. خانم داور، یادم اومد الان تو مطب دکتر هم نمیتونن جواب بدن. میتونید داروهاش خواب آوره؟ آقای داور آماده باشیم، باید بریم برای اکو. یادتون باشه اگر یه موقع گفت میخوام با دخترم صحبت بکنم لطف کنید یه بهانه ای بیارید. این شماره من، اگر مشکلی پیش اومد یا هر اتفاقی افتاد سریع به من خبر بدید. خیالتون راحت، ان شاءالله برای دخترش هم اتفاق نیفتاده باشه. نمیفهمم این فراسمان چیه؟ شما به خاطرش دست به هر کاری میزنید؟ منظورت چیه؟ بابا آخه نمیدونم چرا داری برام فیلم بازی میکنی. ساکت باش. بابا من همه چیو میدونم. چرا عصبانی هستی؟ آخه نباید ساکت باشی. آخه مسئول کامپلت بشین. آخه این فراسمان چه کوفتی؟ بهت میگم بشین. شدی بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. یعنی میخواید بگید شما نمیدونی چه بلای سر فریده داور اومده؟ کی؟ دو روزه هیچ خبری از فریده داور نیست. گوش کن دختر بی، تا چند دقیقه دیگه بهار میاد، تکلیف همه چی مشخص میشه.
بابا من که مطمئنم کار خودشه، فقط داره جلوی تو یه جوری نقش بازی میکنه که تو فکر کنی اون بیگناه. همین نمیدونم حالا این تویی که داری پیش داوری میکنی، من فقط دارم حسمو میگم. اون اگه دروغ بگه من میفهمم، اما حس میکنم داره یه نفر حمایت میکنه. بابا الان دیگه مسئله اصلا مرگ و زندگیه، خانم داور نیست شده، نیست. ممکنه هر بلایی سرش اومده باشه آخه. همین داره دیوونم میکنه دیگه. اگه واقعا توی این ماجرا دست داشته باشه چی؟ اصلا نمیتونم به چی کنم. خیلی خوب دختر دایی جان، شما خودت اذیت نکن. الان بهار تا چند دقیقه دیگه میاد، من باش حرف میزنم. اگه بتونه از زیر زبون بهزاد داداشش بکشه بیرون که کی آدرس خونه ما رو بهشون داده، حل تمومه، این معما حل میشه و تمام. متین تو رو خدا هر جور شده برادرش رو به حرف بیاری. چشم، باور کن من دارم دیوونه میشم. چشم، من که اصلا به اصرار خود شما پاشدم اومدم اینجا دیگه. چشم، همه سعیام میکنم. ممنونم ازت، به دماغ سلام برسون. چشم، خداحافظ. سلام آقا. مرچی که افسار پاره کردی، سر خود واسه خودت میری آدم ربایی میکنی؟ آدم ربایی چیه؟ حرف مفت نزن. کجاست؟ کی؟ میگم کجاست؟ بیرون شهر یه جای مطمئن. یه جای مطمئن؟ دویش میفهمی چه غلطی کردی؟ مجبور شدم آقا. چه مجبوری؟ تو فکر میکنی کی هستی؟ یه همچون تصمیمی میگیری؟ همین الان زنگ میزنی آزادش کنن؟ آقا اگه آزادش کنی میره مصاحبه میکنه، همه چی خراب میشه. مصاحبه میکنه که میکنه، به تو چه مربوطه مردی که همه کار این پروژه منم. بهت گفتم کاری به کارش نداشته باش، فقط مواظبش باشی. شما همه ی جوانه با در نظر نمیگیرین آخه. تو در نظر گرفتی که کار رو رسوندی به اینجا؟ آخری نقشت چیه؟ میخوای سر به نیستش کنی؟ آره اگه لازم باشه آقا این کارو میکنم. اگه خود شما نمیگین واسه این پروژه هر کاری لازمه باید انجام. مرچی که خر، هر کاری یه حدی داره. خب شما همین حد و حدود رو رعایت نمیکنید دیگه. مهربونی و دلرحمیتون با این فامیل بازیتون با این اتم گند زده تو همه چیز رفته. آره کلا، از کی تا حالا به تصمیمای من ایراد میگیری؟ مرچی که برو گم شو بیرون. رفتی بیرون زنگ میزنی آزادش کنن، دیگه هم حق نداری پاتا بذاری تو دفتر فنا آسمان. متوجه شدی؟ گروه تو گم کنه ری. الو سلام آقای مهندس. ممنونم. راستش یه مسئله پیش اومده، امشب حتما باید جلسه بذاریم. بله خیلی فوریه. ممنون. پس به منشی میگم با بقیه هم هماهنگ کنه. میبینمتون. هم بلایی سرش رو برده باشه. یعنی چه قراره بکشینش؟ کی حرف از کشتن زد؟ یه وقت میبینی انتظارش هم نداری، خدا دستتو میگیره. نکنه بلایی سرش رو بردن، زنگ بزنید دیگه. خوب میدونی من چی میگم، من قرار نیست زنده از اینجا برم بیرون. اگه قول بدی راضیش کنی که امشب بیاد ویلای من، شاید بتونم برات کاری کنم. تو زبون آدمیزاد حالیت نمیشه؟ مگه نگفتم دورو برای خواهر من نچرخ؟